نگارخانه تهران. خونه یه مکان نیست، یه موقعیت پر احساسه و شاید برای همینه که وقتی در مورد تهران حرف میزنم میتونم بگم غیر از اینکه تو اون متولد شدم و بخش مهمی از بچگیمو توش سپری کردم، برای من پر از قصه هم هست. این شهر برای هر کسی که با دقت به اون نگاه کنه پر رمز و راز و داستانه و این داستان خیلی مهمه. برای همینه که میگن بچه‌ای که از شهرش قصه شنیده باشه یه جور دیگه میتونه تو اون زندگی کنه. پس شاید بشه گفت شهر بدون قصه شهر غریبه هاست. من رامین ایدری فاروقی و این هم همراه و یار همیشگیمه و اینا هم برشایی از ثبت کیفیت زندگیمه تو این شهر. قراره به دعوت کسی که مستندسازه، دوستمه و بچه تهرونه و یه عالمه از حرفایی که میزنم حرفای اونه، راوی این سفر کوتاه باشم. سفری که از ورود عکس و عکاسی به تهران شروع میشه و با سینما و ظهور تصویر متحرک ادامه پیدا میکنه. بله، به این صورت که ما امروز با دوستان همراه هستیم. کی؟ به این صورت بذارید الان من به شما نشون بدم که قضیه از چه قرار هست. بله، دوستان هستن، حضرت سامی خان و دوستان. به این ترتیب که ماجرا از اینجا شروع میشه که عکس و سینما و شهر و علاوه این شخصیتی که بسیار جالب و مهم و جادویی هستن، سامی اینو از پراگ آورده و این ماجرا رو به بهانه این شروع کرده که ما عکس بگیریم، بریم توی این فیلم بذاریم و ببینیم که از توش عکسی در میاد یا نمیاد. حتما خودتون متوجه هستید که چه عکس در بیاد جالبه، چه عکس در نیاد. به این میگن پایان باز. برای اینکه ببینیم مهمون فیلممون یا همین دوربین قدیمی رو میشه قابل استفاده کرد یا نه، یکی از عکاسی‌های شهر رو که حداقل سه نسل از عکاس‌های تهران ازش خاطره دارن انتخاب کردیم. جایی که از بخت خوش روزگار به دوست قدیمیمون مهران خان تعلق داره. زمانی که دانشجو بودیم و دوربین‌های دیجیتال هنوز نیامده بودن، هر سه شنبه کلی نگاتیو سیاه و سفید رو برای چاپ پیش جناب مهران می‌بردیم و ساعت‌ها انتظار. سال‌های آموزش و تمرین صبر چیز مهم و کارسازی در زندگی ما که قبل از دوربین‌های دیجیتال می‌شد با عکاسی اون رو خوب یاد گرفت. گیرش همین خود اتاق تاریکه ها. آره این تو رو نگاه کن، ببین نگاه کن این اتاق تاری واقعا کافکایی ها. نگاه چه خبر این تو یه ذره جا آتا الان روی نور زیاده. خب این شاتر میزنه در حقیقت دیگه. مال کیه فکر میکنی؟ 1920؟ بله من فکر میکنم بله مال 90 تا 100 سال پیشه. اومدن دوربین های شبیه دوربین های مثلا لارج فرمت امروزی ساختن، بعد این تقریبا اولین دوربین های قابل حمله دیگه. کداک هم ساخت. کداک اولین کارخونه بود که دوربین هایی که شما میتونستی ببری دست مردم عادی، یعنی غیر قبلا فقط استودیوها بود دیگه، میتونست ببری تو خیابون. اصلا متحول کرده و تاریخ و
جامعه شناسی و قوم شناسی همه اینا رو متحول کردن. حافظه زندگی گسترش پیدا کرد دیگه. در اینکه قبلا فقط یه عده میتونستن عکس داشته باشن. یا بعدش سینما نبود. یعنی اصلا حافظه آدم الان همش با تصویره. دقیقاً همینی که میگی. همین شوخی شوخی خدمت پیدا کردیم و الان مثلا ما کلی از اینا جا زدیم. الان مثلا دیگه نمیتونن یه دست این کار رو بکنن نیست. نه بچه ها بلد نیستن اون دیگه انقدر راحت شده عکاسی براشون که از این بگیرم خواهیم بگی بالا استارتش ببینم. خیلی خوب استارت بزن قربان. استارتی گلان استارت دیگه این باید شده. استارت اینجا آه. و شروع میشه عکاسی ببینیم. خب حالا میدونیم این قسمت اساسی چیه. اینو من باید به شکل شهودی ازت عکس بگیرم چون که با این ویزوری که این داره نمیتونی در واقع چرا سعی کردم من که یه چیزایی ببینم ولی واقعیتش اینه که حدسی فکر کنم بعد از این ماجرا عکس داشتم فکر میکردم چقدر عجیبه با این دوربینی که مال 100 سال پیشه ما داریم توی عکاسخونه امروزی تصویر ثبت میکنیم. دوربینی که اگه زبون داشت حتما میگفت که هیچ وقت آدمای عادی و معمولی مثل شماها تو خوابم نمیدیدین که ما ازشون عکس بگیریم. پس حالا که میتونین حالشو ببرین و بیاین با من برگردین عقب و بگم که من و پدرم چجوری وارد ایران شدیم. هنوز 3 سال از تولد جذاب و اختراع مهیج عکاسی در دنیا نگذشته بود که این اتفاق نه به عنوان یک پدیده بلکه به عنوان تفنن وارد ایران شد. درسته که در ابتدا ورود عکاسی به کشورمون بیشتر حکم بازیچه داشت اما تونست برای ما خاطراتی 100 و چند ساله از روند تغییر و تحول این سرزمین رو از خودش به جا بذاره. عکاسی در آغاز ورودش در سال 1220 شمسی توسط نیکولای پاولوف و در ادامه ژول ریشار اینقدرها هم ساده نبود و تصاویر روی صفحات مسی نقره اندود و صیقلی که بهش داگروتیپ گفته میشد ثبت میشدند. تنها عکس داگروتیپ موجود در ایران متعلق به ملک میرزا پسر فتحعلی شاهه که از خودش گرفته و با کمی اغماز میشه این عکس رو اولین سلفی تاریخ عکاسی ایران دونست. ملک میرزا به واسطه ارتباطش با فرانسوی‌ها و علاقش به هنر عکاسی تبدیل به نخستین ایرانی شد که دوربین رو در اختیار داشت. آلبومی از عکسای این شاهزاده عاشق عکاسی و سلفی که از ییلاق جاجرود ناصرالدین شاه برداشته تو کاخ گلستان موجوده. البته شاید یکی از جدی‌ترین و خوش‌ذوق‌ترین عکاس‌های اولیه در ایران رو بشه همین جناب آقای ناصرالدین شاه دونست. کسی که عکاسی در دوره اون به واسطه همون علاقمندی که گفتم پیشرفت عجیبی کرد و به طور کلی دوره ناصری رو باید عصر طلایی تاریخ عکاسی ایران در گذشته دونست. البته اکثر این اتفاقات محدود به دربار بود و ثبت و گرفتن عکس اتفاقی اشرافی محسوب میشد. و الان هم که به عکسای اون دوران نگاه میکنیم جز فضاها و اتفاقات مختلف مربوط به دربار چیز دیگه ای رو نمیبینیم. کمتر عکسی از شهر و اتفاقات مردمان عادی دیده میشه و سالها طول کشید تا عکاسی از حوزه و قلمروی سلطنتی خارج بشه و به میان مردمی مثل بنده و شما بیاد. بله و اینجا جاییه که بسیاری از مهمترین اتفاقات عکاسی ایران در اون شکل گرفته. کاخ گلستان، جایی که اولین آلبومخانه سلطنتی عکاسی در گوشه ای از اون به وجود اومد، جایی که اولین فیلم‌های ثبت شده در ایران سال‌های سال بعد در گوشه ای از اون توسط آقای دکتر عدل پیدا شد، جایی که شاهان و درباریان به مناسبت‌های مختلف سیاسی و جشن‌های ملی با ژست‌های خاص اون دوره عکس می‌گرفتند. اما بعد یه قرن همونطور که گفتم همه چی تغییر کرد. و هر روز مردمی مثل من و شما خیلی ساده تر از اون موقع میان اینجا و عکس میگیرن.
امروز اومدم سراغ کسی که فیلم‌های زیادی در مورد تاریخ عکاسی و اولین نگاتیوهای پیدا شده به وسیله جناب دکتر عدل ساخته، مهرداد خان زاهدیان. مهرداد سالهای زیادی که میشناسم و فیلم ما باعث شد تا بعد از مدت دوباره همدیگر رو ببینیم و تو کاخ گلستان ملاقات کنیم و از عکاسی و تاریخ اون دوره حرف بزنیم. نکته عجیب اینه که این به نظر میرسه که این تصاویر این بارو از اون دوره میکشن میارن به ما منتقل میکنن. یعنی تو تصور بکن اگه مثلا چیزی به اسم عکاسی نبود یا مثلا سینما نبود بتونه ثبت و ضبط بکنه و به ما منتقل بکنه، ما با یه سری برداشت های فردی از فضاهای تاریخی، اتفاقات تاریخی، بناها مواجه بودیم. یعنی اینکه من مثلا میتونستم از نظرات خودم در مورد حس خودم نسبت به مثلا کاخ گلستان برای تو تعریف بکنم یا بکشم. آره دیگه، به هر حال این پنجره فقط یه پنجره می بود. بله، به جای دیگه ای وا نمیشد جز چند تا درخت. خیلی خب، ما این عکس رو بگیریم از شما که بعد مفصل تعریف کنی که این کارهایی که ساختی و گفتیم که مرجع هستن چی بوده داستانشون. منم ببینم بالاخره ما موفق میشیم که دامی احتمالاً این دوربین تو باید لولش یک کمی بالاتر باشه، چون اون عکس اگه یادت باشه یک کمی بالاتر رو گرفته، به نظر میرسه از سطح زمین بلنده. والا نمیدونم اصلا کجا گرفتن اون جدا. فکر میکنم از همین ناحیه اطراف اینجا باید، یعنی این جلوی حوض باید گرفته شده باشه این عکس. خب من یه دونه اینجا ازت بگیرم، یه جلو. خیلی روبه تو یا روبه فرمان مشروطیت؟ کدوم پنجره گفته بوده؟ ببین اون به نظرم میرسه اون پنجره بوده که شاه پشت پنجره نشسته و یه مقدار معمم هم توی پنجره های بعدی توی عکس دیده میشن. اینجوری باسا؟ آها، که من حداقل این حالت نگاهت ببینم، جدا فکر کن ببینیم که الان ماشین زمانی بری اون موقع احوال چجوریه؟ احتمالا من جز اون جمع کثیری خواهم بود که خیلی نمیفهمن این ماجراش چیه. فقط میدونم یه چیز مهمیه. گفتی چند نفر ولی میدونستن داستان چیه؟ بله خب، اونایی که احتمالا خط مشروطیت رو راه انداختن میفهمیدن که دارن چی میخوان، دنبال چی هستن. خب یه کاری بکن، به من نگاه کن، با دست پنجره رو نشون بده. آره خوبی. 3 2 1. تو سالهای بعد در واقع که خب عکاسی راحت تر میشه و عمومی تر میشه، کسای دیگه برای اینکه خودشونو به شاه نزدیک تر نشون بدن، تحفه ای برای شاه بفرستن، آلبوم عکس میفرستادن از حوزه در واقع ولایتی که در اختیارشون بوده. خیلی میدونم، من نشنیده بودم اصلا. آره فوق العاده است. به همین دلیله که تو توی آلبوم خانه کاخ گلستان که کجاست این؟ زیر عمارت شمس العماره قسمت شمالیش که در واقع مهمترین و بزرگترین و تنها فوتوتک منطقه خاورمیانه بوده و توی کشورهای اسلامی ما اینو داشتیم، به این دلیل شکل گرفته و حالا به هر حال اینجا تأسیس میشه. این بر بوده؟ آره، یه حیاتی اینجا که عکسشو دیدی. آه. اون که زیرم، آره زیرش هم شاه نوشته آلبوم خانه کاخ گلست آلبوم خانه است، منظور همینجا رو در واقع داره اشاره میکنه، همین بود. اون عکسی که بهش ارجاع میکنی به نظر میرسه از اون بالا عکاسی شده که داره به ضلع شمال نشون میده که این ساختمونه گلخانه الان جای اونه ها. بله، این گلخانه جای آلبوم خانه نشسته. من خودم برای اولین بار میام اینجا. جدا؟ بله. تصور و تخیل اینکه روزی اونم بیشتر از یک قرن پیش لابلای این همه گل و گیاه بزرگترین آلبوم خانه عکاسی خاورمیانه وجود داشته هم سخته، هم جذابه، هم دوست داشتنی.
روزگاری عکس‌های گرفته شده در این مکان آلبوم می‌شدند و از اون دوران چیزی نزدیک به 40,000 قطعه عکس هنوز موجوده که کار شناسایی و دسته‌بندی حدود 10,000 تا از اونا تا حالا انجام شده. تو روزای فیلمبرداری این اولین باری بود که تو این گلخونه از واژه کاش استفاده کردن. کاش به جای اینکه از تخیلاتمون برای ساختن ذهنی این آلبوم خونه استفاده می کردیم، این مکان هم مثل کاخ گلستان سالم باقی می موند. و امروز ما به جای تخیل این 40,000 فریم رو توی در و دیوارش می دیدیم. اینقدر تخیلمون با مرداد داشت جون می گرفت و حقیقی می شد که منو یاد فیلم حلقه های گمشدش انداخت. فیلمی که مربوط به گنجینه بی‌نظیریه از اولین حلقه های فیلم برداری شده در زمان قاجار که سالها پیش توسط دکتر عدل توی گوشه از این کاخ پیدا شد. اما سینما کی و چه جوری وارد ایران شد؟ مثل عکاسی، سینما هم با یه فاصله نسبتاً کوتاه از اروپا وارد ایران شد و تو سال 1279 شمسی و در شهر اوستاد بلژیک نخستین فیلم توسط اولین فیلمبردار ایرانی یعنی ابراهیم خان عکاس باشی از مظفرالدین شاه به عنوان بانی ورود دوربین‌های فیلمبرداری گرفته شد که بعضی از لحظات این سفرهای طولانی از همون موقع موجوده. فیلمایی که مظفرالدین شاه و هیئت همراهش رو در حالات مختلف نشون میده. اما اتفاقی که در اکثر این تصاویر متحرک دیده میشه چهره شگفت زده شاه نسبت به پدیده سینماتوگرافه. احمد فاروقی قاجار، نبی احمد شاه که خودش مستندساز بوده، باور داره اولین فیلمی که در ایران ساخته شده فیلمیه در مورد خواجه‌های دربار که تهیه کننده و کارگردانش خود مظفرالدین شاه بوده. که البته از این موارد کوتاه نمونهای دیگری هم موجوده. القصه، اولین نمایش‌های رسمی فیلم در بین مردم و خروج اون از دربار در جایی جز قهوه‌خانه‌ها نبوده. و البته چیزی هم به شکل سینماهای امروزی اون زمان‌ها وجود نداشته. برای همین قرارم رو با یکی از معتبرترین مستندسازها و پژوهشگرهای سینمای مستند یعنی جناب آقای محمد تهامی نژاد در یکی از زیباترین پردیسهای سینمایی که از قضا متعلق به شهرداری گذاشتم تا با هم درباره سینما و سالن سینما صحبت بکنیم. پردیسی که به عنوان اولین سینمای چند منظوره در تهران ساخته شد. جای امروزی برای ورق زدن تاریخ سینما و جایگاه اون در شهر تهران. سالن‌های سینما به گمان من در تهران دو کیفیت هم متمایز هم پیوسته به هم دارن. یکی تأثیری که سینمای تهران در معماری شهری دارن، جدا از این خودشون به عنوان یک فضای عمومی جزو نخستین فضاهای عمومی بعد از فضاهای عمومی سنتی مثل مساجد یا تکایا هستن. اینها فضاهای عمومی شهری هستن جدید، دوران جدید که مخاطبینشون میان وارد این سالن‌های سینما میشن که هم فیلم ببینن، هم دیگران رو تماشا کنن و هم دیگران اینها رو ببینن. یعنی در واقع سینما جز نخستین محل‌های تماشاست. شما میدونید که اولین اسامی که برای سینما، اسمی که برای سینما در ایران گذاشته شد، تماشاخانه بود. تماشاخانه سینماتوگراف. خیلی خوب آقای تمامی نژاد عزیز، رسیدیم به بخش آینی عکاسی با دوربین تاریخی. بذارید من این دوربین تاریخی رو آماده کنم. خب شما لطفاً لبخند بزنید. آماده هستین؟ 3 2 1. این تصاویری است که
امین اتابک رو الان میبینیم و مظفرنشا رو میبینیم، اولین تصاویر گرفته شده در استان بلژیک و بعداً در ایرانه. بی زبرم خان عکاس باشی به اضافه مظفرنشا به اضافه عیسی خان اولین تیم فیلم برداری، اون خود می زبرم خان عکاس باشیه که میاد داخل صحنه. یه پلان خیلی کوتاهی است. استان بلژیک سال 1900 میلادی 1318 هجری قمری. امروز عید گل است و ما را دعوت به تماشا نمودند. بسیار عید با تماشایی بود. تمام کالسکه ها را با گل مزین کرده و توی کالسکه ها و چرخ ها را پر از گل نموده بودند. و خانم ها سوار کالسکه ها شده با دسته های گل از جلوی ما عبور می کردند. و عکاس باشی هم مشغول عکس سینما فوتوگراف اندازی بود. شما می‌بینید که در عکس های دوره قاجار درون عکاسخانه همایونی نگهداری میشه، ولی فیلم های دوره قاجار درون عکاسخانه نگهداری نشده. این برای ما یکی از شگفتی‌هاست. عکس های دوران قاجار رو تمام نگهداری کردن، ولی فیلم ها رو جای مختلف مخفی کرده بودن. بله. که فیلم های دوره قاجار سال 1361 به دست اومد. بله، اون ته کاخ گلستان. یه جاهای مختلف به دست اومد. حتی توی سطر به دست اومده، توی یه اتاق دربسته، در جاهای مختلف، توی زیر یک دونه میز جاسازی شده بود. این قضیه چیه واقعا؟ صبح روز عاشوراست، امام از تراپرده میاد بیرون. آقا دور تا دور دشمن، دور تا دور حرومی، گوش تا گوش وایستادن. این پرده‌خوانی که بعداً در سراسر فیلم ما ببینیم که میاد داخل سینما، یعنی اینه که درسته که اینجا حالا مردم از جلوی پرده‌خوان بلند میشن، یعنی میگه که اون داره مقاومت میکنه در برابر این چیز جدیدی که اومده، ولی این مردم از جلوی پرده بلند میشن، تقریبا بلند میشن میرن. اون مرد فرهنگی رو در واقع در برابر فرهنگش تنها میذارن. یعنی خود ایشونه که بعدا خود در طول کار میاد وارد سینما، در واقع از این امکان جدید سینما استفاده میکنه برای زنده بودن این ارتباط انسان و قصه و تصویر. بله، استفاده میکنه. دقیقاً. بله، اصلا داستان سراسر فیلمی که من ساختم در واقع داستان تقابل، حالا به یه نحوی تقابل بین فرهنگ ملی و فرهنگ که وجود داره و اون چیزی است که وارد شده. این فیلم بیشتر ریشیابی گذشته سینماست. من این دوره مورد احترامی برای من از مشروطه تا سپنتا. سپنتا نه، از گفتید سال 1300 فیلم 49 فیلم سال 49 ساخته شده. من 4 سالم بوده. بله، یعنی موقعی که سینما وارد تهران شد، این باور من اینه واقعا که این دروازه ها و این حصار که اطراف تهران بود واقعا فرو ریخت، یعنی چون که دیگه هیچ مانعی تقریبا برای تماس مستقیم مخاطب ایرانی با یک جهان دیگه وجود نداشت. به همین خاطر تغییرات بسیار سریع اتفاق افتاد، بسیار سریع. اگر مثلا تغییرات تمدنی در طول دهه‌های و صده‌های گذشته به آرامی صورت می‌گیره، از سال 1900، یعنی درست از سالی که سینما وارد ایران بشه، تغییرات بسیار سریع اتفاق می‌افته. تغییرات در لباس، تغییرات در رفتار، تغییرات در کنش‌های اجتماعی، در نشستن، برخاستن، یعنی در همین تغییرات به وجود اومد. خب سینما برای من یک حتی محل تفریح هم بوده، چرا نبوده؟ من اومدم برای اینکه سینما ببینم، بعد ببینم در دنیا چه خبره، آدم‌ها چگونه زندگی می‌کنن، چگونه رفتار می‌کنن. این واقعا همیشه تو تاریخ سینما این بوده، همیشه اینطوری بوده. حتی مثلا سینما به تدریج آداب خودش رو به دست آورده. شما در سال‌های 1110 حتی مقالاتی در روزنامه‌های اون سال‌ها نوشته میشه که درباره آداب سینما رفتن به مردم توضیح میدن. این چگونه باید به سینما اومد، چگونه باید فیلم دید. سینما ایران میشه اینطوری هم از جنبه تاریخی، رابطه اجتماعی سالن‌های سینما با وضعیت اجتماعی و سیاسی هم میشه به یک نحوی تعریف کرد. در دوره قاجار اسامی بیشتر سینما ایران
اسامی تجار، مثلا سینمای صحاف باشی، سینمای ابراهیم خان، سینمای روسی خان، سینمای آقایوف. بعد میاد در دوره رضا شاه اسامی کاملا تغییر میکنه، مثلا سینما ایران، سینما شاهنشاهی، سینما باربود، باربد، سینما شاهنش پهلوی اوله، دوره پهلوی اول. بله. من در دهه 30 به بعد که مثلا در دوره متفقین سینما به یک نحو یه شکل دیگه پیدا میکنه. قدیمی ترین آپارات ها رو شما به آپاراتچی ها رو اینجا ها میبینید، تو این سینما ها میبینید. خیلی از اصطلاحاتی که در اینا وضع شد برای سینما یا مستقیما از زبان روسی اومد، در همین استودیو، در همین کوچه ملی، در همین کوچه ملی، در همین آپارات خونه ها، مثلا خود کلمه آپارات، مثلا اینا دیگه مال دهه 50 و 40 و 50 این سینما. سینما دیگه مدرن شده. این ورودی ها من قشنگ یادمه باید. که دو طرف گیشه بود و پله و این نرده ها که طلای رنگ بود و اینا، قشنگ اینا دقیقاً رو هم سینما ایران کشیده دیگه. صحبت در مورد جایگاه سینما در تهران بدون گپ زدن در مورد لاله‌زار و اتفاقاتی که در طول تاریخ تو این خیابون که زمانی به اون شانزلیزه ایران میگفتن تقریبا نشدنی. جایی که شکلگیریش به زمان قاجار و عهد ناصری برمیگرده و به مرور زمان تو دهه‌های اولیه قرن حاضر تبدیل به یکی از مظاهر تجدد شهرنشینی و مراکز فرهنگی شهر میشه. جایی که به یه روایتی 15 و به روایت دیگه 17 سالن سینما در اون دایر بوده. اینا همه از مختصات لاله‌زار دهه 20 و اوایل دهه 30، اما به مرور زمان و گسترش شهر کم کم این خیابون هم دچار افول و تغییر شکل و کاربری میشه و کم کم به راسته الکتریکی ها و برقی فروش ها تغییر کاربری میده و اون سینماهای زنده و جذاب و پرنور یا برای همیشه تعطیل میشن یا تبدیل به پاساژ های چند طبقه. شاید به جز مقدار فیلم از لاله‌زار اون دوران و این اسکیس ها و اتوت های آقای خورشیدی طراح بزرگ سینما ایران، از خاطرات اون دوران دیگه چیز زیادی باقی نمونده. دورانی که نور و رنگ و خوشحالی و فرهنگ از اون میره و از همون قبل از انقلاب جاش رو کالا و تجارت میگیره. یکی از کسایی که شاهد این تغییر بوده و یه جورایی با لاله‌زار بازنشسته شده، آقا ملک شعبت باز قدیمی لاله‌زار. ما با آقا ملک همکاریم، فقط آقا ملک دست به نختره، چون میگن سینماگر هم قراره شعبده باز باشن. بله. چند سالی تو کار خود شعبده؟ سینما یک شعبده است. باریکلا خود سینما یک شعبده است. همین شعبده است. تصویر عوض کردن. انقدر دست به نقد نیست. یارو پیچ حرف گوش کنه رو بیار مهر. این پیچ حرف منو گوش میکنه. من از این تشخیص نمیدم ما خوبی یا نه. مثلا الان خوب ببینم شما خوبید یا نه. وایسا. داره میپرسم ایشون خوبه؟ میاد بالا، بیا بالا، بیا بالا، بیا بالا، بیا بالا، بیا بالا، بیا بالا. آقا خیلی خوبه، آقا خیلی خوبه. برای آیین دوستیابی خیلی خوبه. بله آقا. گفتین سینما یه فرقی داشت با بقیه سینما، چی بود؟ بیشتر اینجا می اومدیم. خب. به خاطر اینکه فیلمای خیلی ارزشمندی رو توی سینما ایران میذاشتن، توی کوچه ملی داشتیم، سینما برنامه‌هاش دو تا نمایش میدادن با یه دونه بلیط، یعنی صبح میتونستی بری بشینی دو فیلم با یه شب. بله. ولی اینجا اینطور نبود. بله اینجا یه خصوص سنگین‌تر و بهتر بود. یه دونه فیلم نشون میدادن با یه دونه بلیط. قشنگ یادت میرفتی این تو؟ بله میرفتیم اینجا بلیط دو تا ما میدادیم. چند خیلی قشنگ بود توی خیابون. آبدوخیار و نمیدونم چیزای تنقلات زیاد میفروختن، لبو و لواشک و اینا زیاد توی خیابون. چی شد؟ چه لوس‌فروشی؟ چی شد؟ شد لوس رو کابل و اینا؟ در کل به مرور زمان اینا همه مغازه‌هایی بود که توش پارچه میفروختن، لباس میفروختن، عطر و اتکلن میفروختن. ولی به مرور زمان، از زمانی که این برقی ها اومدن به قول معروف توی این خیابون، یکی یکی مغازه ها رو گرفتن، برق سینما رو گرفت. بله برق هم سینما رو گرفت و همه سینما ها رو توی لاله‌زار گرفت. از سینما متروپول اول لاله‌زار و سینما ایران که آخر لاله‌زار هست، همه رو
برق گرفت و همه رو به دست خاموشی و فراموشی داد. آقا علیک اینجا رو میشناسی؟ بله اینجا. اینجاشو دیدی یا نه کلا میشناسی؟ نه اصلا میشناسم. ساختمون برام آشنا. اونها اونجا بله سینما ملی تئاتر هنر. بله تئاتر نصر. بله پایین‌تر از اینجا قرار گرفته. این کوچه به نام یک مطرب به نام باربوده. خب. ولی دیگه از اسم باربود استفاده نمیشه. بیشتر الان معروف به کوچه ملی قرار گرفته. 50 سال منه. خب تئاتر نصر اینم که کوچه درود بر شما. از این خودت هم می‌خوری؟ بله خودم بخورم. سلامت مشکل نداره؟ سلامت. خیلی خوب. چند آقا جواب اینا نده. چند سال اینجایی؟ من دقیق 48 سال. 48 سال. همه تاریخ اینجا تو ذهنت ها؟ بله اینجا 6 تا سینما داشت. خب چند فیلم با یه بلیت؟ سه فیلم سه تا بالاخره یا دو فیلم؟ دو فیلم دو فیلم بوده سه فیلم نبوده. چرا؟ سه فیلم بوده؟ سه فیلم. خیلی خوب. آقا ملک سه فیلم هم بود؟ بله بعضی سینما ها که مشتری کمتر داشتن و به خاطر رقابت با سینما های دیگه بودن. آقا ما سه فیلم با یه بلیت. چه سینما اینجا؟ سینمای شهزاد، سینما مترو، سینما فردوسی، سینما اطلس، سینما جهان. آقا ملک، آقا جان، حواست کجا؟ حواس منو باید پرت کنی، حواس خودت پرت. حواسم به این سینماست. یاد یه خاطره افتادم. اوایل انقلاب بود، سینما رو آتیش می‌زدن. مدیر اینجا اومد یه فکری کرد. گفت بچه‌ها چیکار کنیم؟ سینما لالن الان میان آتیش می‌زنن، خیابونای بالا رو آتیش زدن. اومدیم شبونه چیکار کردیم؟ ماسک و سیمان و اینا درست کردیم. جلوشو سیمان کشیدیم. و خودمون آتیش زدیم سردرشو که داخل دستگاه از بین نره، صندلی‌ها از بین نره. اینها مال ملت بود. آتیش زدیم و هر کی میومد اینجا گفتن سینما لاله هم آتیش گرفت. در حالی که آتیش نگرفت، خودمون آتیش زده بودیم سردرشو. و انقلاب 57 اتفاق افتاد. همه چیز دگرگون شد. شیوه زندگی، کار، فراغت و تفریح. پس سینما هم از سالن‌هاش تا همه چیز تغییر کرد. باید تغییر میکرد. سینماهایی که از طرف بسیاری از انقلابیون مظهر فساد و ابتذال شناخته میشدند. خیلی از این سینماها در کوران انقلاب سوختند و خیلی از اونها هم تعطیل شدند. اتفاقی که سینماهای لاله‌زار هم از اون مستثنا نبودند و این اتفاق دامن اونا رو هم گرفت. چطور شما خوبی؟ قربون شما برای شما خیلی مفلسیم خیلی آدم این کم پیدایی خیلی باحالین شما شما بیشتر از ما به قدری که دوستتون داریم نمیبینیمتون دیگه چیکار کنم حالا براش برنامه داریم حالا دیگه اینقدر از این حرفا زدم به شما بعد رفته همه گم و گور شدن نمیدونن چی تو ذهنته حالا دیگه ما جز این که بعدم بیایم با هم دیگه خوش بگذرونیم بریم یه خاطره زنده کنیم رای نداریم دیگه ها؟ بله. فکرم 95% حرف باور نمی کنی دیگه جانم؟ میگم حرف بزنیم بگیم اینجوری اینجوری حق داری 95%شو باور نکنی 95% برای تو حرف میزنی میزنی؟ 5% رو نمیزنی 5% نمیزنی خیلی خوب حالا دیگه یه فکری براش میکنی این رینگو داستان داره داستان داره رینگو تا پنچه تلایی نیست بله این رینگو بودن ما یه دوستی داشته به نام خسروسیا خب ایشی پوش بود توی منوچهری یه روز گفت بهتر از همه این بچه ها تویی یه بریم میخوام تو رو نونوار کنم ما رو برد یه دست کفشلوار و کلاوات و پاپیون و ماپیون و نمیدونم پاشت و اینا همه برنامه رو انجام داد اومدیم منوچهری وارد شده گفت رینگ رو اومد گفتم واسه من لباس خریدی اصلا که نخریدی رینگ رو بشم گفت بابا شما مردم شریف گیوه هنوز حالتون نیست که رینگو به شیک پوش میگه به شیک پوش میگه از اون سال اسم ما رو شیک پوش هم اینجا دیگه تو این راسته محله شما کلا سینما بود دیگه یعنی میرفته یا طرف هر چی میدید دلش میخواست اون شکلی باشه بله چند سال پیش
تقریبا میشه دیگه 45 سال 50 سال پیش اصلا هالیوود بود اینجا. جدی میگی؟ بله معروف هالیوود. آقای نورمنین کی اینجا شد کابل فروشی؟ خیلی وقت. چند تا سینما داشت؟ 1, 2, 3, 4, 16 تا. بله. خیلی خوب. چند تا مونده؟ یه دونه سینما حافظ. که سینما نیست. الان هم سینماست، همه بله، تئاتر هم هست. اینجا میخوایم راجع به شهر یه ذره با هم دیگه حرف بزنیم و این که یه خیابونی که خاطره داشته، یه روحی داشته و آدمای یه منطقه این که روح اونو زنده نگه میدارن، ولی چیزی که اینجا تو همه لابلای این کابلا و چراغا اینجا رو زنده نگه داشته شما این نه انشالله زنده باشی. آره خب الان رد میشی اینجا، حال هوا چجوری این شکلی شده؟ این لابلا رو ما میرفتیم پایین، شروعش از اون بالا حساب کنیم سینما تاج بود، خب روبروش سینمای بده بود، بغل دستش سینمای رویال بود، میگفتم مال باتمانگان اینجا سری بهار کسرا بود، میامدیم اینجا کسرا بود، بله میامدیم اینجا سینما کریستال بود، بعد پایین میرفتیم خورشید بود، سینما هما بود سر چهار استانبول، پایین تر میرفتیم سینما اخبار بود، خیلی قدیمی بود، نصف بیشتر آدم ها زمین می نشستن. کوچه ملی تا کی احوال کوچه ملی داشت؟ کوچه ملی تقریبا تو 7-8 سال پیش. من قشن یادمه که می اومدی هنوز احوالش بود. شهرزاد بود، مترو بود، نادر بود، کوروش بود، همینجوری بود سینما دیگه. اینجوری بهت میگم 60-70 تا سینما بود، الان 60-70 تا سینما شده 2 تا سینما. من یه عکس بگیرم پوزشو بدم. یکی دیگه بستا. بعد میگن سلفی بگیریم چیش بده؟ نه عکس بده. خودمون میگیریم، ولی کسی نیست از ما عکس بگیره، بده خودمون خودمون عکس بگیریم. ما زها خیلی هم باله. ها میگن اینه که یه اخوشوک سلفی میگیرن نه ادا در میارن. مگه ما میریم تو پیاده رو خودمون ادا در نمیاریم؟ مثلا همونی هستیم که هستیم، مثلا کی میدونه کیه؟ ها مخلصیم. بزن بریم. آماده؟ آماده این جناب. 3, 2, 1 آقا دوستین آقا قولا بزن. آقا رینگو بزن بزن حالا شدی رینگو رینگو سی بزن با اون یکی شیه بخون بلا نوسی بخون دیگه بخون دیگه بخون دیگه بابا داره میگه با دوربین لطفا بگو برای دوربین آقای خواننده اجرای ترانه همراه با موسیقی غلام ژاپنی دوستی ای به فدا جون و دلم جون و دلم بر اگر بر قدمش وای ندهم وای ندهم دشمنی وقتی که دل نور محبت میبره گاهی یه وقتی یه چیزایی هستن، بد نیستن. گاهی یه موقعی هستن، بد نیستن، ولی بازم هستن. یعنی فراموش نمیشن. این بخش شهر رو ببین. همین لاله‌زار، ارباب جمشید، کوچه ملی، آدماش، فراموش شدن، فراموش نمیشن، میشن. برای آدمای مختلف فرق میکنه. مثل خود سینما. مثل کل زندگی. مثل شکل شهر، اهمیت شهر. برای گفتن و شنیدن از شهر و سینما یک کسی هست با یه حافظه جدی و مفصل از شهر و سینما، جناب مهندس بهشتی. این که الان توی مباحث آینده پژوهی و اینا که خیلی الان رایجه عناوینش، حالا خود پژوهشش رو نمیدونم، این که این رخداد شهری و توسعه با این مفهومی که بر خود حیات و ممات چیزی به نام سینما به این شکل که آدم بهش مراجعه بکنن، شما تصورتون چیه؟ فکر میکنید که پیشبینی از این میشه کرد یا با توجه به سرعت این رخدادها این امکان وجود داره که این از میان بره یا اینکه نه داره خودشو بازتولید میکنه؟ ببینید تجربه جهانی نشون داد که علارغم همه تغییر و تحولات تکنولوژیک جای سالن سینما و فیلم دیدن با هم در یه فضای تاریک رو
نمیتونه نه تلویزیون نه به اصطلاح ویدیوهای خانگی شروع نمیتونن پر بکنن. یکی از مهمترین سرچشمه های حیات مدنی زندگی شهری، این مدنیت دنبال فرصت هایی هست برای اینکه عرض اندام بکنه. یکی از صحنه های عرض اندامش سالن های سینما هستن. در کجاها حالا باید این اتفاق بیفته؟ طبعا در نقاطی از شهر که اون نقاط یک نحو صحنه های مهم شهر هستند، مثل مثلا خیابان لاله‌زار، مثل خیابان مثلا جمهوری، مثل مثلا خیابان انقلاب، اینا صحنه های مهم شهر محسوب میشن. یه مرحله دیگه، مرحله ازش که از دهه 30 به بعد خورد ما شاهد یک نحو توسعه شهری هستیم در تهران، که این توسعه شهری مثلا با منطقه رودکی و اون مناطق شروع میشه. باغات اطراف شهر هستن تبدیل میشن به یه بخشی از توسعه شهری. مثلا میدان رشدیه از اون جهاز، خیابان آذربایجان مثلا از اون جهاز، نمیدونم وحیدیه مثلا از اون جهاز، نارمک مثلا از اون جهاز. اینا رو وقتی نگاه بکنیم میبینیم که اینا به محض این که در برنامه توسعه شهری قرار میگیرن، جز اولین اقداماتی که هست که صورت میگیره اینه که در اونجا در یک نقطه‌ای که پیشبینی شده یه جور مرکزیتی داشته باشه در اون منطقه، سالن سینما ایجاد بشه. این قصه در سال 1357 متوقف میشه. یعنی شما دیگه از سال 1357 بعد نمیبینید سالن جدیدی اصلا دیگه خیلی ایجاد بشه. حتی میخوام بگم یه خورده قبل‌تر از سال 1355 بعد دیگه خیلی سالن جدیدی ما نمیبینیم در سطح شهر ایجاد بشه، تا زمانی که دوباره ما میبینیم که این بحرانی که من شوشم بحران مدنیت، این خردخور افول میکنه. افول که میکنه ما یواشاش میبینیم که این سالن‌های جدید شروع میشه ایجاد شدن، یعنی پردیس ها و امثال این ها، مثل سینمای ملت، مثل سینمای کوروش. ولی به این ختم نمیشه، رفته رفته که ما شاهد این بشیم که جریان زندگی شهری و اون هویت محلی در مقیاس کلان محله و محله اتفاق بیفته، اون هم واسه خودش تدارکات خودش میکنه. حالا بس سوال اینه که آیا مثلا سالن سینما اصلا مقیاسش محله‌ایه؟ در مقیاس محله‌ای میتونه مغروم به صحفه باشه سالن سینما با توجه به تحولات تکنولوژی که اتفاق افتاده، یا اینکه دیگه از مقیاس کلان محله پایین‌تر ما دیگه سالن سینما نخواهیم داشت؟ اگه اتفاقا این باشه، ما وقت می‌بینیم که چیزی مثل سینمای گلریز، چیزی شبیه سینمای آستارا، اینا یواشاش پدید خواهند آمد، اما به شرط اینکه این جریان زندگی شهری در مقیاس کلان محله‌ای هم تأمین پیدا بکنه. عرض میکنم، میخوام بگم روندش یه هم چیزی بود. چه بسا موقع شما مثلا در کودکی نمیسید تصوری از طرح توسعه شهری تهران داشته باشید، ولی من دارم با اون تصور دارم میگم. ولی میگم این تصمیمی بوده که اجرا شده بود، یعنی جایی شدن. ببینید جایی شدن با اون جریان زندگی اتفاق میافتاد و اولین جایی که جایی میشد کجا بود؟ همونجا که سالن سینما بود. چرا؟ بخاطر اینکه جایی شدن نسبت داره به اون زندگی شهری. ما باید وارد این زندگی بشیم، زندگی که در شهر جریان داره پیدا میکنه. یه عده‌ای خودشون کنار میکشن از این زندگی، یعنی همچنان در تاریکی میخوام به سر ببرن. ما همین الان در شهر تهران شاهد دو تا جبهه مفصل هستیم. یه جبهه‌ای که داره تلاش میکنه که شهر رو پس بگیره، از تاریکی به روشنایی بیاد. یه گروهی که در تاریکی جا خوش کرده و هرس میخوره از اینی که در یه جای شهر داره روشن میشه. چون هر جای شهر جایی میشه، انگار یه چراغ روشن میکنه. هر کسی در شهر کسی میشه، انگار یه چراغ روشن میکنه. اون کسی که عادت داره موجودیتش موجودیت موکول به تاریکی هست، اون خوشش نمیاد از این روشنایی ها. حالا این بحث عکس و خود مکان سینما و فضایی که به ذهن متبادر میکنه، میخوام بریم توی بخش آخر به این بحث حافظه، شکلگیری حافظه، اینکه شهر چطور در سینما حالا محقق میشه، در عکس چطور بروز پیدا میکنه، و آیا این که میگه اگر شما حافظه ای نداشته باشی مسئولیت پذیری کاهش پیدا میکنه چون تعلق نداری،
اینا چقدر مهمه نقش عکس و سینما تو شهر؟ ببینید برگردیم به اون صحبت اول، هر جایی که جایی بشه ما در حافظه‌مون نگه می‌داریم، اونجایی که جایی نیست در حافظه‌مون نگه نمی‌داریم. هر کسی کسی باشه ما در حافظه‌مون نگه می‌داریم، اون کسی که کسی نباشه ما در حافظه‌مون نگه نمی‌داریم. اتاق تاریک عکاسی، نقطه عطف یکی از روشن‌ترین بخش‌های حافظه تصویری ما آدمایی که با این 167 سال اخیر اساساً محشوریم. اگه عکس نبود، سینما نبود، اگه ما با هم فیلم ندیده بودیم، نمی‌دیدیم، چیز مهمی از مایی که الان هستیم کم بود. فرق داشت، فرق داشتیم، نداشت؟ جایی که عکاسی کردید آفتاب بود یا سایه بود معمولا؟ دست رد به سینه هیچ لوکیشن نداره. آفتاب، سایه، سایه آفتاب، داخلی، خارجی. ببین شما از یک دونه از این عکس ها رو اگر با این اعتماد به نفسی که داری به ما بدی، ما این بذاریمش توی لحظه آخر ماجرا، این خب خیلی زیباست. بیا اینم بازش میکنیم، خب اینم اینجا الان اینم اولین عکسش میتونم بگیرم ازش.